مسعود ترکیبی خاک تو سرت، مسعود ترکیبی خاک تو سرت. خدا بابا لاش خور، تو به من گفتی میخوام تولد بگیرم فلان اینجوری بیسال، گفتم آقا عشق دل سوپلکس کلید گذاشتم تو خونت رفتم، پسر خوب ماشین خوب آوردم جلو در خونت کلیدشو گذاشتم رفتم، گفتم بفرما مسعود برو تو سوپلکس بهتر انجا استخ باشگاه اشغالتو بکن، با دوست دختر یه هفته ده روز اشغالتو کردی بیار کلید خونه رو بده. میدونی؟ گفتم اشغالتو کرد بعد تو به خاطر یه پول که اولش هم خودش گفت من پولتو میدم فلا بهش برخورده بود، یه لایو هم دیده بود با یکی بهش برخورده بود، بگفته بودم من اینجا پول واسه یه استوری گذاشتم بهش برخورده. ما هم کرج بچه کاری بودیم، همینجا بچه کاری، نگاه نکنید تریپ میزنم فلان تو لایو هم اینجوری، اما به جون مادر نگاه لباس های بیرونم ببین، لباس های آماده آمادم ببین، آماده آمادم که برم بیرون، یعنی همه چه سویت بیا نگاه نه. سویت ماشین همه چی آماده است، همه چی پول باشه هر چی که باشه، ولی آدم یه وقتایی یه دردایی میبینه. من اینو میخواستم بگم اینجا میبینید تو لایو اینجوری هم به خدا کار کردم، یعنی مثل سگ کار کردم الان به اینجا رسیدم. فکر نکنید بابام پولدار بوده، نه به امام حسین، بابای من از 4 سالگی ولمون کرد رفت، بابای من از 4 سالگی منو ول کرد رفت، 4 تا بچه رو ول کرد رفت. خب از 4 سالگی بابای ما رو ول کرد رفت، بزرگ شدیم رو پای خودمون وایسادیم، لاتی مثل مرد رو پای خودمون وایسادیم. به قرآن یادم نمیره 8 سالم بود توی چالوس تو بلنگو، 8 سالم بود تو بلنگو، گوجه خیار سیب زمینی پیاز، مجبور بودم کار باید میکردم پولم رو در میآوردم، مادرم نباید زحمت ما رو میکشید، مادرم چرا باید جور 4 تا بچه، یه داداشم که فوت کرد تو 20 و چند سالگی عمرشو داد به عزیزای شما، به ناحق کشتنش، یعنی یه داداشم رو اعدام کردن ایران، بگم بدونید داداشم که رفت دین و دنیا هم رفت، یعنی من باورتون نمیشه تو کرج 12 سالم بود توی جاده آتیشگاه کرج، جاده چالوس علی صفا که بریم آتیشگاه بهوه ملک آباد بهوه مرتضی داداش، به قرآن همون ملک آباد زادگاه منه، پشت زندان قزل سار، داداش بزرگیم 10 سال اونجا زندان بود، بابا ما بچه پایین بودیم به خدا، هنوزم بچه پایینه، رفیقامو ببینید چقدر بچه های خوب باحال با معرفه، میدونی چی میگم؟ من هنوزم بچه پایینم، به خدا صبح میرم سر کار تا شب، صبح میرم کار میکنم، آره خفن کار میکنم، تتو کار شدم، زحمت کشیدم، همون جایی که کارگر بودم خلاص آدمای میومدن، زحمت کشیدم آقا پول در آوردم، زندگیمو چرخوندم، زندگیمونو که چرخوندیم بزرگ شدیم، ماشین گرفتیم، تصادف کردیم، زمین خوردیم، کشیدیم بالا، ولی ناموس فروشی نکردیم، به یه جای رسیدیم گفتیم دیگه از ایران باید خارج شم، گفتم باید از ایران خارج شم، داشتم اذیت میشدم، هرچی کار میکردم میدیدم خانوادم هی تو اذیتن، هرچی کار میکردم میدیدن خانوادم تو اذیتن، نادر تا تو دنیای منی، نادر یک رفیق نادر، یعنی دیگه دای منصور نایم بود دمش گرم، گفت تو نمیتونی کار کنی، من مدیون خیلی هم زندگی ما، رضا اوریا، رضا اوریا رو بچه ها نمیشناسید شما، الان نیستش اصلا تو لایو مای و این داستان اصلا نیست، بچه کرجه، رضا اوریا زمانی که من رفتم کارگری کنم یعنی از زندگی مزیت شده دادم خیلی، یعنی داستان های خیلی بد، موامون اینجوری بود این اینجوری ها، 13-14 سالم بود، رفتم به خدا سر کار آتیشگاه مثل سگ زندگی میکردیم، تو همون سفرخونه میخوابیدیم مثل سگ، مثل سگا 10 نفر آدم روی تخت، فرش رو مینداختیم رو خودمون زمست، 7 سال من اونجا موندم، مجید پفک سلام میرسونه بهبه، مجید غفور نژاد، دین و دنیا، بعضی اسما آدم اومد پیش من کار اونجا کار کردم 7 سال، خیلی ها
7 سال خیلیه، من 7 سال کارگر یه سفره خونه بودم، 7 سال کارگر یه سفره خونه بودم، دیگه به جای رسیده بودم آشپز اونجا شدم، با ماشینم میرفتم میومدم، یادش بخیر. یه کارگر ساده یه اونجا که بعد چند سال با ماشینش میرفت والا آشپزی میکرد، شبم میرفت خونش. آره ما خودمون همت کردیم، ما خودمون همت کردیم که الان اینجا داریم خوب زندگی میکنیم. هممون زجر کشیدیم، هر کی اندازه خودش زجر کشید. به خدا من یعنی چجوری بگم، آدم بغضش میگیره. من کلن بخوام حساب کنم تو زندگیم دستپخت مادرم رو 2 سال مفید خوردم تو این 23-24 سال. 2 سال مفید دستپخت مادرم رو خوردم. به خدا به یه جای رسیده بودم همه دورم بودن، یه تحت و کار علی کوچولو تحت و فلان پول خونه همه چی دیگه داشتم، همه دیگه دورم بودن دیگه، رفیقا رو که میدونی چجوری هم دیگه، اون موقع همه دورم بودن. آرزوی اینو داشتم مادرم به هم زنگ بزنه بگه علی میای خونه غذا درست کردم. به خدا این آرزو تو دلم مونده من، یعنی خب زنگ میزد ولی خب خیلی کم، من خیلی انتظار دارم از مادرم، یعنی مادرم اوکی کنم بیارمش اینور دستبوسیشو میکنم. به خدا ما زحمت نکشیدیم واسه پدر مادرم، یعنی پدر مادر خوبی هم حالا سرمون نبود، بابای گذاشت رفت، مامانه زحمت کشید دمش کم، ولی خب هر کس به فکر زندگی خودش بود. آبجیمونو ناموسن، آبجیمونو دیگه کسایی که میدونن میدونن. داداش من 30 سالش بود تو محل ما کارت عروسی رو داشتیم میدادیم، به خدا یادم 15-16 سالم بود آتیشگاه کار میکردم، اومدم با این عروسی خواهرم موها اینجوری، یادمه با داداش بزرگیم محسودمون میرفتیم اینجوری کارت میدادیم به بچه محله رفیقاش، بچه محلاش مثلا بزرگ به من نمیشناختمش که میگفت مسعود مگه تو آبجی داری؟ تو خواهر داری؟ ما تو اون محل بومی های محل بودیم ملک آباد، گفت تو آبجی داری؟ اینجوری ناموس اونو نگرداشیم، هر مزاده که میای ناموس بروشه میکنی لخت میکنی جلو ملت واسه خالقه، پرچم ایران و توران رو میاری پایین. خواهر کوروش رو شما گایدید به خدا، زحمت کشیدیم آقا، خلاصه که زحمت کشیدیم.